Bismillahirrahmanirrahim. Selam baş mama Hasin Aziz. Umidi ki sıhhat ve selamet başın. Baz hem be celeseyi ki mevzuyu dersi STP'ye hoş amedin. Be idame dersi qabli ki bahsi ma ruy STP bud ya Spanning Tree Protocol. İdame mitim ve imruz anva ve aqsam STP ha ra mevrid bahs karar mitim ve konfigürasyon ya karhay ameli ra pesh mibarim. ما مراحل اسپینینگ تری را مورد بحث قرار دادیم. یکی زمانی که شما بخواین در یک سویج یا یک دیوایس STP را عیارسازی بکنین، در قدم اول چیزی که مهم است شما روت سویج را کنفیگر میکنین، یعنی مشخص میکنین که کدام یکی از اونا روت سویج باشد. زمانی که پکیت از یک دیوایس به دیوایس دیگه ترانسفر میشه، اینا میرن پیش روت بریج، که روت بریج یکی از موضوع اساسی و مهم در STP است که ما را در قدم اول باید انتخاب بکنیم. بای دیفالت در تمام دیوایس هایی که از کمپانی سیسکو هست، اینا خودش عیارسازی شده، ولی شما میتونین که وقتی که خودتون خواسته باشین میتونین که عیارسازی بکنین و هر دیوایس را که خواسته باشین خودتون میتونین که پرایوریتی چینج بکنین و روت دیوایس یا روت بریج او را تعیین بکنین. که در تعیین کردن روت بریج دو موضوع خیلی مهم بود. یکی پرایوریتی که بای دیفالت وقتی که شما چک میکردین تمام از اینا پرایوریتی داشت و دیگه مکادر است، و چیزی که مهمتر از او بود ای بود که کمترین عدد نقش مهم در STP داره. زمانی که ما روت بریج انتخاب میکنیم، شما نظر به چند چیز رو چک میکردین. یکی پرایوریتی بود که هر دیوایس که کمترین پرایوریتی داشت او به حیث روت بریج انتخاب میشد. دوم، اگر تمام دیوایس ها پرایوریتیش یکسان بود، ما در قدم دوم کاری که میکردیم مک ادرس چک میکردیم، که مک ادرس هر کدامش که کوچکتر بود اونمو دیوایس به حیث روت بریج انتخاب میشد. دیگه روت پورت بود که ای انتخاب ازی بسیار مهم بود، به دلیل ازی که زمانی که ما روت پورت انتخاب میکنیم چند چیز در نظر میگیریم. بر اس کاست بای دیفالت ما گفته بودیم زمانی که شما بین دو دیوایس اگر سرعت یا بندویت 100 ام بی پی اس در نظر بگیرین، بای دیفالت کاستش 19 هست، که شما کمترین کاست در نظر میگیرین، نظر به کمترین کاست روت پورت انتخاب میکردیم. و دهی هم چند چیز بسیار نقش مهم داشت. در قدم اول پرایوریتی و مک ادرس بود، که باز هم در صورت که کاستا یکسان می بود ما میرفتیم روی پرایوریتی نمبر را چک میکردیم که کدامش کمترین نمبر را داشت، او دیوایس که کمترین نمبر داشت او انتخاب میشد. بعد از او در صورتی که باز هم تمام نمبرها و مشخصات چون یکسان می بود، ما میرفتیم روی مک ادرس، که مک ادرس دیوایس ها را چک میکردیم، هر دیوایس که کمترین کوچکترین مک ادرس داشت او به حیث پورت یا روت پورت از قسمت انتخاب میکردیم. کنار کار کردیم و امروز هم میرسیم روی مثال. اگر شما این مثال در نظر بگیرین، میبینین که در این چهار دیوایس اینجا آمده، یک سویچ یک، سویچ دو، سویچ سه و سویچ چهار. ببینین در این قسمت اگر شما چک بکنین کاست از این 0 و 100 هست، که در اینجا کالکولیت کرده جمع کرده 0 جمع 100 مساوی به 100 میشه. و دهی قسمت اگر شما چک بکنین کاستش 19 هست، ده اینجا هم 19 است، که اینا اگر جمع شوند 38 میشه، که ده این قسمت وقتی که ما جمع میکنیم 38 جمع 19 میشه 57، که RP را این از این قسمت انتخاب میکنه یا روت پورت. اینی آپشنی که شما در اینجا میبینین در سویچ تری اینی قسمت به حیث روت پورت انتخاب میشه. زمانی که دیتا ترانسفر میشه یا برادکاست صورت میگیره، اینا این از این طریق عبور میکنه و برادکاست انجام میشه. و این هم از گفتم که بای دیفالت ما بعضی از پادکاست ها را داریم که 100 MBPS کاست از این 19 هست،
یک جی پی ایسش 4 هست و همونطور به این شکل شما میتونید که تمام از اینا را چک بکنید. و همونطور در شکل بعدی اگر شما چک بکنین، این دیوایسی را که شما میبینین این به حیث رود بریج تنظیم شده یا عیارسازی شده و شما میتونین که در این قسمت هم تمام رود پورت اگر از این قسمت چک بکنین ببینین زمانی که برادکاست صورت میگیره کاست زی 19 هست. کمترین کاست هر پاد یا هر دستینیشنی که بین دو دیوایس هست و اینا کمترین کاست داره اونمون قسمت به حیث روت پورت انتخاب میشه که شما در این شکل میتونین مشاهده بکنین. روت پورت بین اینی قسمتی که فس ایدرنیت 01 هست و همونطور کاستش هم 19 و اگر شما در اینی قسمت در نظر بگیرین کاست به اینجا هم 19 است، در اینی قسمت هم 19 است که میشه 38 که 38 بیشتر از 19 هست. پس رود پورتی که انتخاب میشه اینی آپشن فس ایدرنیت 01 که شما در شکل میبینه. اما تو شما در این شکل دیگه اگر چک بکنین اینجا دو دیوایس بسیار به شکل ساده عیارسازی شده، یکی سویچ 0 یکی هم سویچ 1، فس ایدرنیت 01 در این طرف و فس ایدرنیت 02 که یکش شما در این قسمت میتونین چک بکنین، یک پرایوریتی هست یک مک آدرس هست که دیوایسی که کمترین پرایوریتی رو داشته باشه به حیث رود بریج انتخاب میشه. و در اینجا شما میتونین ببینین که یک مک آدرس از این هست 006 و از این هم هست 0 که اینی مک آدرس کوچکتر داره و این میتونه که به حیث رود بریج عمل بکنه. دیگه همون تو رود پورت هم بسیار به راحتی میتونه که دهی سلکت شده بخاطر که دو دیوایس بسیار به شکل ساده اینجا عیارسازی شده. و بحث بعدی ما روی انواع STP یا انواع Spanning Tree Protocol هست که یکی از انواع پروتکل ها PVST هست، Parallel Spanning پروتکل. شرکت سیسکو این نسخه از STP را ارائه داد و این بخاطر از این است که وقتی که شما تنظیمات یا کانفیگریشن انجام میتین یکی از پات ها بلاک میشه یا یکی از دستینیشنی که بین زمانی که پکیج ترانسفر میشه بین سورس و دستینیشن بین از اینا یکی از راه ها بلاک میشه و از راه دیگه عبور میکنه. و یکی از خوبی های STP هم ای بود که زمانی که ما دیتا را ترانسفر میکنیم لوب تشکیل میشه، وقتی همه دیوایس ها برادکاست میکنه چندین پکیت همزمان سین میشه که ای باعث لوب میشه در بین دیوایس ها و ترافیک پیش میاد که در شبکه مشکل ایجاد میکنه. STP فقط به خاطر از این تنظیم شده که اینا بتونه جلوگیری از این لوب بکنه. زمانی که پکیت ترانسفر میشه یکی از کنکشنی که بین از دیوایس ها شما میبینین فرض بکنین که فس ایدرنت 01 و 02 را اگر در نظر بگیرین این از قسمت اگر دیتا عبور بکنه مستقیم میره پیش دیوایس بعدی اینی دیوایس میتونه بلاک باشه. در صورتی که کنکشن بین سویچ 2 و سویچ 3 بلاک باشه، سویچ 3 و سویچ 1 ما در نظر میگیریم دوباره اینا میتونن جایگزین شوه و دیتا از این طریق ترانسفر بکنن. در اینجا هم دو ویلن است که دو ویلن ما در نظر میگیریم. فرض بکنین که وقتی که ما یک پکیج ترانسفر میکنیم این از این دیوایس سویچ ملتی لیر سویچ 3 را اگه شما در نظر بگیرین وقتی که پکیج از اینجا ترانسفر میشه به این شکل اینی را هم رود بریج در نظر بگیرین مستقیم اینجا میره. و اگر شما یک کار بکنین که اینی اینترفیس یا پورتی که وجود داره اگر این پورت شما شات داون بکنین وقتی که ما پکیج ترانسفر میکنیم اینا از این طریق عبور میکنن مستقیم میرن پیش رود بریج که اینو ما به شکل عملی میریم کار میکنیم. خب در قدم اول کاری که ما میکنیم یک بیسی کانفیگریشن STP را انجام میدیم، بعد میریم روی پروتکل های بعدی. سه سویچ انتخاب میکنیم و اینا را به هم وصل میکنیم، بعد دو کامپیوتر را با یک سرور میگذاریم و کنکشن از اینا را چک میکنیم.
سویچ صفر، سویچ یک و سویچ دو. دو دیوائس در نظر میگیریم، پی سی صفر و پی سی یک، و همچنان یک سرور از این قسمت سلکت میکنیم، ایره هم وصل میکنیم به سویچ دو. نام دیوایس های خود چینج میکنیم در قدم اول، سویچ یک، اینا را هم نام میگذاریم سویچ دو، و دیوایس بعدی را هم سویچ سه در نظر میگیریم. انیبل نام دیوایس خود چینج میکنیم، ای اگر باشه اس یک. بعد میریم روی دیوایس بعدی، نام از دیوایس هم چینج میکنیم، هاست نیم نام ازی باشه اس دو. configure terminal، بعد نام دیوایس خود چینج میکنیم، دیوایس بعدی را هم میگذاریم AC3. کار بعدی که ما میکنیم، میریم روی spanning tree، exit میشیم از این قسمت، روی سویچ یک میگیم show spanning tree. ببینید زمانی که کماند شو اسپنینگ تری را شما انتر میکنین، در این قسمت میتونین که پرایوریتی رو چک بکنین. من گفتم زمانی که شما میخواین که یک دیوایس را به حیث رود بریج انتخاب بکنین، در قدم اول چیزی که مهم است پرایوریتی مهم است. هر سویچی که هر دیوایسی که پرایوریتی کمتر داشته باشه او به حیث رود بریج انتخاب میشه، که شما میتونین در این قسمت پرایوریتی رو چک بکنین و دیگه آدرس کاستش هم ببینین که 19 است. و این هم تمام اینترفیس ها شما میتونید در قسمت چک بکنین. و بعد از اون ما میریم روی دیوایس بعدی، اینجا هم یک بار چک میکنیم ببینیم که در بین از دیوایس ها کدامی از دیوایس ها پرایوریتی کمتر داره. هر دیوایس که پرایوریتی کمتر داشته باشه اونمو به حیث رود بریج انتخاب میشه. باز هم اگزیت میشیم، شو اسپنینگ تری. شما میبینین که پرایوریتی از این هم هست 32769، و از دیوایس دیگه ای را که ما چک کردیم هم بود 32769. میریم روی دیوایس بعدی، شو اسپنینگ تری. شما میتونین که در این قسمت ببینین پرایوریتی از دیوایس
دیدین که در هر سی دیوایس پرایوریتی ما یکسان است، ولی اینجا اگر آدرس را چک بکنین، این کمترین آدرس نسبت به دیوایس های دیگه داره. به او دلیل ای به حیث رود بریج از قبل تنظیم شده که شما میتونین که ای را چینج بکنین، دیوایس بعدی را اگر خواسته باشین به حیث رود بریج انتخاب بکنین. درس ای جلسه را به اینجا به پایان میرسانیم. تا درس بعدی را خدا نگهدارتان.